فرا از جمله ولایت‌هایی است که در سال‌های اخیر شاهد جنگ‌های شدیدی بوده است. این چالش باعث شده تا جوانان این ولایت از نعمت‌های آموزش و تحصیل باز بمانند. همچنین این ولایت در غرب کشور یکی از ولایت‌های دوردست و محروم نیز به شمار می‌رود. با آن همین ولایت دانش آموزان و دانشجویان زیادی را پرورش داده است. این دانشجویان از نبود کتابخانه ها و امکانات درسی در سطح شهر شکایت دارند. ایجام کتابخانه معتبر نیست کتابخانه بریم از اون بیاریم. مجبور هستیم که از کابل یا از هرات یا از دیگر ولایت ها کتاب بخواهیم. و از اونجام که خیلی زمان در بر میگه که اونو با ایجا برسن. تا رسیدن خیلی وقت هم میگذره و نمیتونیم که ما بدرستی هم کار خود انجام بدیم. از این مقامات بالا خواهشمندیم که یک کتابخانه برای ما و برای همین ولایت فرات بساز. خواست موضوع از اینا ازی است که یک کتابخانه به صورت دقیق باشه که محصل جزو به صورت مستقیم استفاده کنه. دیگه کمبود نداشته باشه کتاب. بسیار کمبودهایی داره. به گفته این دانشجویان نبود کتابخانه های معیاری در این شهر بر روی فرهنگ کتابخانی نیز تأثیر گذاشته است. بسیار مشکلات مواجه می شود. مثلا یک سمینار بر ما می تواند، پروژه می تواند، ما از آن منبع سعی ندارم که استفاده کنم. جور که می روید کتابخانه کتاب سعی نیستم. از انترنت می گیریم من برای استاد قبول نمی کنم خیلی با مشکلات ما مواجه هستیم. با این حال رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فرا نبود کتابخانه های معیاری در سطح شهر را تایید می کند و می گوید که آنان یک کمیته برای نیازمندی های دانشجویان و دانشکده ها در نظر گرفته و برای رفع این چالش ها تلاش می کنند. ما یک کمیته در سطح اطلاعات و فرهنگ تشکیل دادیم و تمام نیازمندی های دپارتمان های مختلفی که در پانتون فرا دارن معلمین فرا است اونا رو ما یادداشت کردیم و این مشکلات و این کمبودیار با خود وزارت و اداره محلی که در از جناب والی سیب از قرار دادیم و والی سیب در زمین بر ما وعده داد که به زودترین فرصت یک منبع مالی پیدا مینیم که این نیازمندی های کتابخانه عامه فرا رفع کنیم. مردم ولایت فرا در سالهای اخیر با آن که از ناامنی ها رنج میبرند رو به درس و تعلیم نیز آوردند. مردمی که چند سال است رویای داشتن یک کتابخانه معیاری را در سر می پرورانند. دیده شود که این رویا چه زمانی به حقیقت مبدل خواهد شد.